「ファクファクファクファク」<music> <music> الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور و سهدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم بسیار زیاد خوش آمدیم خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل ششم نامساوات شروع کردیم و درس پنجم ما و شما میشه اما عنوانی که ما و شما در درس امروز با همدیگه دیگه میخوانیم چی است تحلیل تعیین اشاره افاده کسری درست است یعنی یک افاده کسری به ما و شما میته افاده،, افاده, کسری منظور افاده کسری افاده ناطق هست دیگه نه افاده کسری به ما و شما میته و میگه چی کنید ایره تعیین اشاره کنید اگر یادتان باشه درس گذشته ما و شما یک تا بینوم درجه اول یک متحول رو میتونیم چه کنیم تعیین اشاره کنیم درست است حال یک افاده کسری به ما و شما البته افاده کسری که صورت و مخرجش بینوم است دقت کنید صورت و مخرج باید بینوم باشد میتوند چی باشد بینوم درجه اول یک متحوله باید باشد میتوند درجه دو هم باشد ولی لورا را بخیر ما در صنف بعد میخوانیم پس در درس امروز ما و شما در درس کتاب در صنف ما و شما که میخوانیم صنف نهم هستیم افاده کسری ما و شما صورت و مخرج بینوم درجه اول یک متحول است پس یک افاده کسری داریم که صورت و مخرج خودش شخص بینوم درجه اول یک متحوله است حالی به ما و شما بگه این شما چی کن؟ تعیین اشاره کن درست است و بگو کجا جواب ازی میشه مثبت و ها میشه منفی پس میریم سر تخته و درس شروع میکنیم البته قبلی که بریم سر تخته شاگرد عزیز کارخانگی درس گذشته باید به با ما روان میکردید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 209647802554013 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس خود شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است تحلیل تعیین اشاره افاده کسری البته گفتیم هر کسر نه افاده کسری که صورت مخرج چی است افاده های چی است بینوم درجه اول یک متحول است پس من نوشتم میکنم تعیین اشاره افاده کسری پس درس امروز ما و شما تعیین صحیح تعیین اشاره افاده کسری <applause> خب اگر یادتون باشه درس گذشته ما و شما تعیین اشاره افاده چی را بینوم درجه اول یک متولد یاد گرفتیم گفتیم مرحله اول چی بود مفاهیم با صفر میماندیم و او را حل میکردیم از چی در مرحله دوم از جدل کار میگرفتیم درست از در جدل که برات گفتیم خب در اینجا ما مشکل است البته ما و شما چون کسری باید صورت و مخرج جدا جدا مسایی با صفر پس ما میگم مرحله اول صورت و مخرج را هر کدام جدا جدا صورت مخرج را مساوی با صفر قرار داده مساوی با صفر قرار داده و چیکار میکنیم و حل میکنیم یعنی جواب باید بکشه چند میشه خب بعد چیکار میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید من یک مثال کار میکنیم مثال میزنم دو حال مرحله دو چی هست پس ما اول صورت و مخرج جدا جدا مصرف با صرف و حل میکنیم و باز از جدول چی تعین اشاره کمک میگیریم از جدول تعین اشاره از جدول زیل افاده را, افاده را تعین اشاره میکنیم خب جدول ما شما به این شکل من زل نشتان میکنم دقت کن شاگرد عزیز جدول ما شما به این شکل است ما شما جدول اگه باشد جدول بر چی؟ بر در اینجا x نشتان میکردیم و در درس گذشته گفتیم بینوم در اینجا نشتان میکردیم نه اما اینجا افاده کسری است پس یک تا خط به این شکل میکشم اینجا صورت نشتان میکنم سیف ده اینجا مخرج نشتان میکنم و ده اینجا خود کسر نشتان میکنم در آخر خب ما و شما وقتی که سرعت صورت مسای باسر میمانیم یک تا جواب میکشیم در مخرج مسای باسر میمانیم یک تا جواب میکشیم درست است و او دو تا جواب ما دو تا عدد است دیگه دقت کنید عددا رو از کوچک به بزرگ نوشته میکنیم یعنی فرق نمیکنه جواب صورت جواب صورت اول جواب مخرج میگیم نه خیر فرق نمیکنه باید ببینیم کدام از جواب کوچکتر است کوچکتر سمت چپ نوشته میشه بزرگتر سمت راست فرق نمیکنه کوچکتر ممکن از صورت باشد ممکن از مخرج باشد پس x1 میگیرید اینم x2 کدامش از کدام است فرض میکنیم با نام مثال x1 از صورت است x2 از مخرج است فرض میکنیم خب صحیح است ما مثال کار میکنیم تا بفهمیم فقط یه دور بود از کوچک به بزرگ نوشته کنیم 0 را از یا خط میکشیم به شکل صحیح است این x1 فرض میکنیم از صورت است صورت صفر میکنه ان x2 مخرج صفر میکنه پس پیش مخرج x صفر میمانیم و این تعین اشاره میکنیم صحیح است تعین اشاره میکنیم و در آخر شاگرد عزیز دقت کنید در آخر ان صورت تعین اشاره میکنیم با نام مثالی میشه موافق درست است بولا مثبت نشه برای مثبت فرض میکنیم برای میشه منفی و هم مخرج تا اشاره میکنیم یعنی یعنی جوابش یعنی صفر است پس سمت راستش مثبت سمت چپش منفی بالا مثال مثال است دیگه من باز کار میکنم تو بفهمید و در آخر کسر شما باید چی کنید ضرب علامه ها منفی در منفی مثبت مثبت در منفی منفی مثبت در مثبت مثبت پس در آخر به ای شکل کسر ما و شما از ضرب علامه صورت مخرج علامش جور میشه چون ما یک کسر داریم وقت داریم میگیم منفی دو بر منفی پنج صورت منفی است مخرج منفی اما علامه کسر چی میشه منفی در منفی مثبت میشه مثبت دو بر پنج صحیح است پس چون کسر داریم علامه صورت علامه مخرج در هم دیگه ضرب میکنیم تا علامه کسر دریافت شود حالا یک مثال کار میکنیم دقیق بفهمی شکر دارید دقت کنید ما, ما و شما چی رو میتا به ما شما میتونید که چی؟ با این مثال میگه که افاده زل را تعین اشاره کنید. خب. افاده با ما یک افاده کسری به ما شما داده. افاده کسری به این شکل است. دو ایکس جمع چار. در مخرج هم نویشته کده. سه ایکس منفی نه. این افاده کسری با ما دو دا شما داده که صورتش هم یک بینوم است بخش یک بینوم چی است درجه اول یک متحول است و ما شما دایی گفت تعیین اشاره کن خب گفتین چیکار میکنیم پس حل مرحله اول صورت و مخرج را مساوی با صفر قرار داده و حل میکنیم هر کدام جدا جدا دقت کنید دو ایکس صورت جدا دو ایکس جمع 4 مساوی با صفر خب این حل کو 4 دو انتقال بده معادله است دیگه نه 4 دو انتقال داده شوشی میشه منفی میشه پس میشه دو ایکس مساوی است با منفی 4 حالی اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب x ضریب x چند است؟ دو است آفرین پس اطراف تقسیم بر دو تقسیم بر دو تقسیم بر دو یعنی دو که دو خلاص. پس x چه میشه؟ x مساوی است چار بر دو میشه دو مثبت من منفی میشه منفی دو سه پس منفی دو رو کشیدیم حالی مخرج مساوی بسط میمانیم. مخرج چی است؟ مخرج x منفی نو پس ما در اینجا نوشته میکنم مخرج ما شما چی سی x منفی نو مساوی با صفر ایره کار منفی رو نو رو انتقال بدیم میشه چه؟ مثبت نو پس میشه سی x مساوی با نو اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب ایکس ضریب x چند است؟ ضریب X من سه است دیگه تقسیم بر سه. دیگه تقسیم بر سه. است یعنی سی, سی خلاص من پیش نویشتن میکنم جایی اینجا نوشتن میکنم پس x میشه با نوی تقسیم بر سه. میشه چند؟ سی. پس یک تا جواب شد منفی دو یک تا جواب شد سه آل جدل میکشم من این پاک میکنم شاگر عزیز تختره او بر پاک میکنم جدالش بردم میکشم سهیست جدولش بشه با این پاک میکنم جدول میکشم برد دیگه این جدول پاک میکنم در اینجا میکشم برد جدول بشه که میکنم شاگر عزیز دقت کنید با این من کمی بالاتر بکشم که جایشم خب x است در اینجا گفتیم صورت اول نوشته می‌کنیم صورت ما و شما چی است 2x جمع 4 پس 2x جمع 4 مخرج باز یک خط تک میکشیم زیر این. باز مخرج نوشته می‌کنیم مخرج چی است 3x منفی 9 مخرج ما و شما 3x منفی 9 و در آخرم خود کسر رو نوشته می‌کنیم خود کسر چی است هست 2x جمع 4 تقسیم بر 6 منفی نو سیست خود کس در آخر خود کس نوشته کردیم فاهم نشه اگر لحظه رقم شد دیگه نه خب حالی گفتیم چیکار میکنیم جواب ها رو در اینجا نوشته میکنیم اما کدام اول نوشته کنیم بین منفی دو و سه کدام کوچکتر است منفی دو پس اول منفی دو رو بعد سه رو میکنیم پس اول منفی دو بعد سه سیست چگر عزیز پس دقت کنید دیگه حال فرق نمیکنه کدام اصلاحات کنیم مخرج فقط از کوچک به بزرگ زیر از یا دو تا خط میکشیم به این شکل خب این منفی دو جواب کدام بود شاگرد عزیز منفی دو جواب صورت بود چون صورت که مساوی با صفر مانده منفی دو دریافت شد پس صورت انیل، منفی دو انیل رو اینجا چی نوشتن میکنیم صفر نوشتن میکنیم خب مخرج چی است 3 منفی نو. جواب چند شد انی 3 اینی 3 از مخرج هست. پس پیش مخرج این صفر پیش صورت این صفر نوشتن میکنیم پیش مخرج این صفر نوشتن میکنیم اول خب صورت تعین اشاره میکنیم صورت خو یاد داریم صورت که فاده بینوم هست دیگه تعین اشاره چی هست گفتیم یعنی جوابش از دو سرش در نظر نگیر شاگرد عزیز فقط این منفی دو رو میخوام صورت تعین اشاره کنیم. همین جواب خودشه در نظر میگیریم این صفر است سمت راستش میشد موافق زره ایکس سمت چپش میشد مخالف زره ایکس زر... درست اشاره ضرب ایکس دیگه نه ضرب ایکس ما شما چی است دو مثبت سمت راستش مثبت میشه و موافقش کلش مثبت میشه تا آخر و سمت چپش چی میشه منفی میشه چون مخالفش میشه دیگه پس این منفی دو این صفر میکنه صورت ما شما را صحیح است یاد تا نه درس گذشته دیگه سمت راست چی میشد موافق اشاره ضرب ایکس سمت چپ چی میشد مخالف اشاره ضرب ایکس ضرب ایکس ما شما دو مثبت است پس سمت راست میشه مثبت کلش تا هر چی باشه سمت چپش میشه چی منفی از چی از چرا از, از, ای از ای 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 اینا رو گرفتن چون منفی دو از صورت بود جواب صورت که مفهومی با صفر مانده جواب کشیده منفی دو شد اما مخرج حالا تعین اشاره میکنیم مخرج جوابش چند شد منفی سه شد سه شد سه از مخرج است خب شاگرد عزیز باز در اینجا صفر سمت راستش موافق ضرب ایکس چی است سه مثبت و سمت راستش موافق است سمت چپش مخالف است صحیح باز در صورتش کار نداره مخرج جدا تعین اشاره میکنیم یعنی جواب چی است یعنی سه است سمت راستش موافق سمت چپش مخالف مخالف, مخالف چی ضرب ایکس ما شما چی است سه مثبت ده او کار نداره ما د ای ضریب کار داریم شاگرد عزیز دقت کنید ده ای منفی دو کار نداره ما ده ایکس زریب چند است دو د کار داریم این مثبت است پس سمت راست موافق سم چپ مخالف د ای سه ای ایکس زریبش سه مثبت است سمت راستش موافق سمت چپش مخالف خب حالی چیکار میکنیم در مرحله آخر شاگرد عزیز حالا باید ضرب بسازیم منفی در منفی چی میشه مثبت مثبت در منفیت. منفی منفی مثبت در مثبت مصبت. مثبت پس ما تانسیم شاگرد عزیز اینی افاده کسری خود 2x جمع چهار تقسیم بر 3 منفی نور رو تعیین اشاره کنیم یعنی اگر عدد ما و شما که به جای قیمت گذاری میکنیم از سه به بعد از سه به بزرگتر یعنی 4 5 6 تا لای تناهی 3.1 3.2 فقط هم میکنه از سه به بعد از سه به با بعد باشه جواب ما و شما چی میشه این کسری قیمت گذاری مثبت میشه اما اگر عدد ما و شما بین منفی دو تا 3 بالا مثال منفی یک، سفر، یک، دو، یک اشاره پنج، دو اشاره پنج، دو اشاره نو فرق نمیکنه من از منفی دو تا سفر، تا سه اگر باشد ما و شما قیمت رفت کنیم جواب ما و شما منفی میشه و اگر باز دوباره از منفی دو به قبل یعنی منفی سه، منفی چهار تا منفی لایتنایی ما و شما اگر عدد وز کنیم جواب باز آخر چی میشه؟ مثبت میشه به چی کنیم؟ با نام مثال بچه رو میمونه منفی سر میمونه از منفی دو به قبل منفی سه است دیگه منفی سر رو دایی وز میکنم بیرون جواب ما شما باید اگر مثبت شما چک میکنیم پس من منفی سر رو وز میکنم چکر عزیز منفی سر رو دایی ای وز کن یعنی من ایک فهم میمونم منفی سه خود چی رقم میشه؟ به شک میشه دو زب در منفی سه دو زب در منفی سه جمع چار در صورت میشه و در مخلط چی میشه؟ سه زب در منفی سه. سه زب در منفی سه. منفی نو. درست است؟ خب چی میشه؟ دو سید میشه چند شاگرد عزیز؟ دو صد میشه من چون جایی نیست به بالا نوشته میکنم دو صد میشه شش منفی شش منفی و چهار مثبت میشه منفی دو هم علامه نیستند از هم کم میشن علامه عدد بزرگتر سه سی صد میشه منفی نو درست البته منفی سه که منفی سه رو باز کنیم چی میشه؟ منفی نو سیست دیگه منفی نو وانیم منفی نو با منفی نو هم علاما هستند با هم دیگه جمع میشن علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی اجده سیست دیگه منفی نو با منفی نو همه با هم جمع میشه خب حالی دوی بر چی میشه؟ علامه شی. منفی در منفی مثبت دو بر اجده اختصار شود دو بر دو میشه یک اجده بر دو میشه نوی پس شد مثبت یکی بر نو پس جواب چی شد شکرده شد, شد؟ مثبت دیدیم که از منفی دو به قبل اگر ما عدد بس کنیم جواب باید مثبت شد که دیدیم مثبت شد پس درست است. فابنید چی راقم تایین اشاره کردیم نه پس اگر شاگرده عزیز یک تا به و شما یک فاده کسری به تبیعی رو بگشی کنید شما تعین اشاره کنید مرحله اول صورت و مخرج را مسایی هر کدام جدا جدا مسای با صرف میمانیم کار میکنیم و حل میکنیم، جواباش میکشیم جواب کشیدیم دو و سر کشیدیم حال در مرحله دو جدل باید بکشیم. جدل میکشیم صورت مخرج خود کسر این عددی که دریافت کردی از کوچک به بزرگ دقت کن عدد کوچکتر اول عدد بزرگتر دوم نوشته میکنیم اگر شما از بزرگ به کوچک نوشته غلط میشه صحیح پس کدام خیلی از ما دیدیم بعضی شاگردان میگه اول صورت اول صورت بنویسیم بعد مخرج میگیم نه خیر شما اول چی عدد کوچکتر باید نوشته کنی جواب صورت جواب مخرج نه عدد که کوچکتر فرق نمیکنه هر کدومش بود هر کدوم کوچکتر رو اول نوشته میکنی و بعد عدد بزرگتر نوشته میکنی بعد صورت مخرج جدا جدا تعین اشاره میکنی تعیین اشاره رو خب یاد داریم بعد ضرب یا چی میشه تعیین اشاره کسر ما و شما میشه فقط یک نکته آخر مانده شاگرد دارید نکته آخر چی است ما و شما که چون چی است اگه فاده کسری است دیگه افاده کسری ما میفهمیم اگر ما یک عدد با نام مثال 5 برای صفر باشه چی میشه در ریاضیات اگر یک کف مخرج صفر باشه تعریف نشده میشه صحیح پس ما 5 برای صفر تعریف نشده داریم به عنوان مثال الان ما نگاه کن نگاه کردیم دیدیم اگه ما مخرج مسایی با صفر ماندن چند شد شد سه. یعنی ما اگه سر دهی وضع کنم چی میشه سر وضع کو دو 3 6 جمع 4 میشه ده. میشه 10 اگه سر وضع کنم سه مثبت دو سه سه نو منفی نو صفر میشه ده بر صفر میشه تعریف نشده چون ده به صفر جواب نداره پس ما و شما چون مخرج داره و مخرج ما و شما اگه صفر باشه تعریف نشده یعنی سه مخرج ما و شما رو صفر میکنه پس ده این میکنیم تعریف نشده یا ت نون یعنی تعریف نشده این باید نوشته کنیم اما عددی که مخرج ما و شما رو صفر میکنه زیر از نوشته میکنیم ت نون یعنی تعریف نشده یعنی ما و شما ان فاز الجبری ما و شما سر قیمت نمیگیره اگه قیمت به سر کنه جواب نداره تعریف نشده است صحیح است خب شنگان عزیز پس ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال دیگه هم کار میکنم که دقیق بفامی درست است پس تختر پاک میکنیم خب شاگرده عزیز بگرام یک تا مثال دیگه کار میکنیم که دقیق بفامی درس امروز به چه شکل است پس مثال پس مثال ما به شکل داده سوال گفته که چی افاده مقابل را تعیین اشاره کنید پس من دیگه درش نشتا نمی کنم افاده ما شما به شکل افاده کسری است بنا مثال منفی سه ایکس جمع شش و در این چی است ایکس منفی دو منفی دو نه ایکس ایکس مثبت پنج بنا مثال سه اینی ای را با ما شما داده گفته چی کنید این را تعیین اشاره کنید خب گفتیم مرحله اول باید چیکار کنیم صورت و مخرج جدا جدا مساوی با صفر میمونیم و کار میکنیم پس منفی 6 جمع 6 مسایی با صفر میمونیم و کار میکنیم مثبت 6 دوباره دا انتقال داده شود چی میشه منفی 6 پس میشه منفی 6 مسایی است با منفی 6 اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب x x چند است ضریبش منفی 3 تقسیم بر منفی 3 یعنی منفی 3 که منفی 3 خلاص پس x 6 شش تقسیم بر سه چند میشه شش تقسیم میشه دو منفی در منفی میشه مثبت دو صحیح است در اول کشیدیم خب حالا صورت هم باید مساوی با صفر باشه صورت مخرج هم. مخرج چی است ایکس جمع 5 X جمع 5 مساوی با صفر کار کن خب 5 دوباره انتقال بده پس میشه X مساوی است با منفی 5 پس هم جوابش کشیدیم چون ضریب نداره دیگه نیاز نیست تقسیم کنیم پس یک جواب شد مثبت یک جواب شد منفی 5 پس میرم حالا جدول میکشیم برش جدول مگه بکشیم شاگرد عزیز به میشه به اینجا x یا اینجا خود صورت و در اینجا خود مخرج و در آخرم خود کسر خود صورت ما شما چی است منفی 3x جمع 6 مخرج چی است x جمع 5 x جمع 5 صحیح در خود کسر چی میشه میشه منفی 3x جمع 6 تقسیم بر x جمع 5 خب اول اعدادی که دریافت کردیم گفتیم از کوچک به بزرگ یک تا منفی پنج عرف کردیم یک تا مثبت دو پس اول منفی پنج نوشته میکنیم منفی پنج و مثبت دو دقت فهمیدی چی رقم شد دیگه نه خب شکر از زیر از خط میکشیم گفتیم دو خط میکشیم به این شکل عالی دقت کنید م... صورت صورت این اشاره میکنیم. منفی فیزیک جمع شش منفی با فرمانون جواب چند شد جواب شد دو پس اینی دو از صورت است پس پیش صورت اینی صفر میکنه صورت ما شما پس این صفر میکنه صورت ما و شما را خب شاگرد عزیز آلی دیگه ما این منفی 5 کار نداریم فقط صورت انشاره میکنیم سمت ایکس ما و شما ضریبش چند است منفی 3 است سمت راست پس موافقش میشه منفی است پس میشه منفی صحیح پس این منفی 3 است موافقش میشه منفی سمت راستش سمت چپش میشه چی مخالفش میشه مثبت پس ضریب ایکس چون منفی است از دو به بعد منفی میمانیم قبل دو, دو را چی کلش مثبت میمانیم عالی مخرج تا میکنیم مخرج ما و شما عدد دراف کرد مساوی با سرمانیم چند شد؟ منفی پنج شد پس یعنی منفی پنج از مخرج است پس پیش از این صفر میمانیم خب سمت راست از این صفر به بعد سمت راست چی میشه؟ موافق ز علامه زریب ایکس زریب ما و شما چند است؟ یک مثبت است علامه عدد نداره یک است دیگه یک مثبت پس سمت راست موافق میشه مثبت درست است و سمت چه میشه مخالف میشه منفی خالی ضرب یا مثبت در منفید. منفی منفی مثبت در مثبت مسبت. مثبت منفی در مثبت منفی سیست پس تا کردیم ما اینی کسر تا این کردیم و گفتیم اینی کسر ما و شما اگر عددی که ما و شما قیمت گذاری میکنیم بین منفی پنج تا دو باشد جوابش مثبت میشه اما از دو به بعد اگر باشد جوابش میشه منفی میشه از منفی پنج به قبل هم اگر عدد قیمت گذاری باز منفی میشه بیم چک کنیم مثلا با یک تا مثبت گفته مثبت میشه بین منفی دو تا پنج و بین منفی پنج تا دو چی یک عدد بگین صفر با ما قیمت گذاری کنیم ما قیمت گذاری میکنیم ایکس میمون چند شکل داره یک میمون صفر پس چی میشه میشه منفی سه ضرب در صفر جمع 6 تقسیم بر صفر جمع 5 خب منفی 3 ضرب در صفر که میشه صفر صفر جمع 6 میشه 6 صفر جمع 5 میشه 5 6 بر 5 علامه نداره علامه 6 مثبت است پس دقیقا مثبت است از دو به بعد و سه رو سر کو سه کنیم با منفی اینجا نوشته میکنم دقت کنید نتیجه میده ما شما بجای اکسبان سه پس خط کسری منفی سه زبدر در سه جمع شش در پایینم منفی سه جمع پنج سه جمع پنج در مخرج ما شما که سه جمع 5 در دو علامه مثبت است هم میشه 8 مثبت اما در صورت سه سه میشه هم نوع منفی نوی منفی باشه شما مثبت هم علامه نیستن از هم کم میشه علامه عدد بزرگتر میشه منفی سپس جواب چی شد منفی سه هشت میرم میتونم نوشته کنم منفی سه بر 8 سه است جواب علامه چی است علامه منفی است پس گفتیم از از دو بعد اگر قیمت گذار کنیم جواب آخر علامه چی میشه منفی میشه که منفی شده پس ما این چی کردیم تعیین اشاره کردیم درست شد شای شاگرد عزیز پس فهمیدیم شاگرد عزیز اگر یک افاده کسری به ما و شما بده بگه اینو شما تعیین اشاره کنید گفتیم به صورت جدا مساوی با صفر میمانیم مخرج جدا مساوی با صفر میمانیم و چی میکنیم جوابش کشیدیم به جدل میمانیم صورت تعیین اشاره مخرج تعیین اشاره ضرب یا چی میشه اشاره کسر به اون نشان بده نکته آخر چی بود یادتون رفت یعنی شاگرد آخر شاگرد عزیز گفتیم نکته آخر چی است گفتیم باید ببینیم که او عددی که مخرج صفر میکنه او رو, رو با زیر از نوشته کنیم ت تعریف نشده مخرج ما و شما چی است ایکس جمع 5 مخرج کدام بود عددش یعنی منفی 5 بود چون صفر شد دیگه تخریب بسید ما نمیشد پنج منفی پنج پس زیر از این باید چی نوشته کنیم شاگرد عزیز نوشته کنیم ت نون یعنی تعریف نشده چون دگ منفی پنج ما وضع کنیم دی افاده کسری جواب ما و شما نمیده میشه عدد بر روی صفر و چی میشه تعریف نشده میشه در ریاضیات صحیح پس این یاد تا در نکته آخره وقتی شما تعیین اشاره میکنید فقط اون عدد که مخرج صفر میکنه زیر از اون میکنید ت نون یعنی تعریف نشده یا نوشته میکنید تعریف نشده صحیح چون او تعریف نمیکنه به ما قیمت به ما نمیده پس شاگرد عزیز فهمیدیم چه رقم شد تعیین اشاره افاده کسری درست است <applause> خب شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین. پس چی شد یه هم از درس امروز ما و شما اما شاگرده عزیز کارخانگی چی است کارخانگی تمرین های صفحه 164 کتاب حل کنید و با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس پنجم از فصل ششم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین وقت خوش خداحافظ